بسم الله الرحمن الرحیم. سال جدید نوروز باستانی رو به هموطنانمون در سراسر جهان، ایرانیان عزیز، و به فارسی زبانان و به کل اونهایی که نوروز رو عید میگیرن و برگزار میکنن تبریک بگم و از خداوند منان بزرگی، عظمت، استقلال، آزادی، عدالت، رفاه همه رو از خدا خواستار. متاسفانه عید سال جاری سال خوبی نبود. سالی بود همراه با مشکلات، دشواری ها، سختی ها، تلخی ها، هم از نظر اقتصاد و تورم. مردم با همه وجودشون دشواری ها و تنگین های اقتصادی رو لمس کردند و از طرف دیگه به خاطر یک انتخابات پرشوری، به جایی که از اونا سپاس و تقدیر بشه، وقتی سرنوشت انتخابات رو نظارت و اجرا که هماهنگ با بودن برای اولین بار دگرگون کردن، مردم متین و ساکت اعتراض کردن میلیونی، به جایی که به خواسته های اونا برسن برخورد با اونا شد و اونا جمعشون به شهادت رسیدشون، جمعشون در شکنجه کشته شدن. بی سابقه هزاران انسان زندانی شد، مسئولین جمهوری اسلامی، عده زیادشون در سطوح مختلف زندانی شدن، مطبوعاتی ها مطبوعاتشون تعطیل شد، خبرنگارا بی سابقه از کثرت زندانی متاسف شدن و به خواسته ها عمل نشد. اساس قضیه این حادثه و ماجرای تلخ به خاطری بود که جمعی تن به قانون ندادند و مصالح نظام روش فکر نکردند و آمدن پافشاری کردند بر اینه که اگه کسی خارجی که ما میگیم بخواد، او فتنه‌گره، او آشوبگره، او وابسته به بیگانه، در حالی که خود اونا میدونستن خواسته های مردم مشروع و اینها چهرهشون، شخصیتشون، مردمشون، همشون از این نظام و جمهوری اسلامی و علاقمند به وطن و کشورشون هستند و متاسفانه نظام رو تضعیف کردند و تازه متهم هم کردند که شما دارید علیه نظام کار میکنید. ما میگیم که نظام یعنی چه؟ اول نظام معنا کنیم. نظام میگه یعنی ارزش‌ها، نظام میگه یعنی 75 میلیون جمعیت، نظام میگه یعنی قانون اساسی؟ نه، نظام میگه یعنی جمهوری اسلامی. ما مطمئنن طرفدار نظامی و فدایی نظام هستیم و برای منافع ملی و کشور و اسلام و جمهوری اسلامی جانمون هم حاضری بدیم و ما معتقدیم ظرفیت قانون اساسی وسیعه و همه رو در بر بگیره و کشتی نجاتی است که 75 میلیون در درونش هست. این رو میگیم نظام. اما اگر نظام شما سلیقه میگید، نظام فرد میگید، نظام یه دسته خاصی رو میگید که یه جمع کوچیکی رو در درون خودش جا بده، مثلا روحانینش آقای جنتی باشه، آقای یزدی باشه، آقای مصباح باشه، آقای حسنی عروبه باشه، آقای شجونی باشه، آقای طایب باشه، آقای رسایی باشه، آقای حسینی باشه، اگر این نظام شما میگید سید علم و خاطبی باشه، بله، یا نفراتش از ما مثلا قاضی مرتضی بوده باشه، محمود احمد نژاد باشه، الهام باشه، نقدی باشه به شما کرشه و از این قبیل افراد، مرندی باشه، جلال الدین افغانی قاتل یک بیگناه باشه به خاطر شکار یک کبک، اگر نظام اینه بگید، بله ما مخالف اینجور نظامی هستیم، مخالف نظامی که به قول معروف در حد یک قایق باشه و این اسمش کشتی نذاریم، کشتی نجات اسمش باید بذاریم یک قایق کوچک که جمعی رو در درونش را داده و این دیگه بحثش جدا میشه. ولی جمهوری اسلامی جمهوری است وسیع و گسترده و قابل این که همه جمعیت ها با همه اندیش های گوناگون پذیراش باشن و به واقعی که عمل بشه استقبال کنن. من همینجا عرض به خاطر میدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توفیق همه رو از خدا میخوام.